پس از رویارویی جامعه آمریکا با شگفتی هایی در نخستین گام های دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این رقابت بر سر کرسی کاخ سفید به ایالات نوادا و کارولینای جنوبی میرسد قرار است انتخابات درون حزبی دموکراتها و جمهوری در این دو ایالت روز شنبه برپا شود. ناشر خبرنامه کوک پولیتیکال ریپورت به یورو نیوز می گوید شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در حزب جمهوری خواه یا برنی ساندرز برای پیروزی در حزب دموکرات بسیار بسیار کم است این امر به دلایلی متفاوت بدیهی است در مورد ترامپ میدانید که او به طور میانگین 35 درصد رأی دارد این یعنی 65 درصد جمهوری خواهان از او حمایت نمی کنند این تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا میگوید که ساندرز نیز توانست نمایش بزرگی را از مشارکت در انتخابات درون حزبی به نمایش بگذارد مشارکتی که به طور سنتی چندان چشمگیر نیست با این همه این پیروزی در برابر رقیب حزبیش هیلاری کلینتون کافی نیست. وی ادامه می دهد هیلاری کلینتون مشکلات زیادی دارد. مشکلاتی حقوقی و همچنین مسائلی کلی در رابطه با انتخابات. با این حال او رقابت در اون حزبی را به برنی سندرز واگذار نخواهد کرد. مگر اینکه که سندرز رأی آمریکایی‌های های آفریقایی تبار را بشکند. جز در این صورت او برنده نخواهد شد. در این انتخابات مقدماتی نام دونالد ترامپ، برنی سندرز و هیلری کلینتون بیش از دیگر رقبای هر دو حزب شنیده می شود. با این حال هنوز برای پیش بینی نتیجه نهایی زود است. اشتفان گروبه خبرنگار یورونیوز در واشنگتن گزارش می‌دهد رقابت روز شنبه گامی حیاتی در برابر کمپین است که روز یکم مارس را به عنوان سه‌شنبه بزرگ پیش رو دارند این روز می‌تواند روز بد دیگری برای هر دو حزب باشد اگر دونالد ترامپ و برنی سندرز پیروز شوند می‌توان نبردی سخت‌تر را در باقی انتخابات مقدماتی انتظار داشت